جلسه هفتم از آموزش پردازش تصویر با استفاده از اوپن وی در پایتون رو آغاز میکنیم تو این قسمت قرار راجع به عملکردهای تصویر صحبت بکنیم کارهایی که میتونیم روی دو تا تصویر انجام بدیم و هم دیگه مرجشو کنیم رو هم دیگه بنویسیمشون ادشون کنیم به هم دیگه و چیزهایی مثل این یا اورلی بکنیم که تصویر یک تصویر شفافتر باشه روی تصویر دیگه و کارهایی مثل این آم، چیزهایی که تو این ب... درس امروز یاد میگیریم احتمالا توی بخش بعدی هم خیلی به کارمون میاد چون اینا دیگه خیلی عملیه و کم کم شد کارهای عملی تر و کاربردی تر رو شروع میکنیم تو درس بعدی چیزی که اینجا وجود داره اینه که ما دو تا عکس نیاز داریم حالا هر عکسی که دلتون بخواد میتونید استفاده بکنید ما اینجا دو تا عکس استفاده کردیم ولی نکته ای که وجود داره برای اینکه کار راحت سر بشه و دستورها به این شکل کار میکنن که دو تا عکس باید هم اندازه باشن یعنی نمیتونه دو تا سایز جدا باشه باید حتما ریسایزشون بکنیم به یک اندازه و بعد ازشون استفاده بکنیم و فرقی هم نمیکنه که حالا چه فرمتی داشته باشن پی یا جی پی رو همرا سپورت میکنه ولی ما امروز از این دوتا عکس قرار استفاده بکنیم که این دوتا رو میخوایم با همدیگه مرج بکنیم و روی همدیگه بندازیم خب کاری که باید انجام بدیم اینه که طبق معمول همیشه اول از همه اوپن رو یا همون CV2 رو ایمپورت بکنیم بعد از اون نام پای رو ایمپورت میکنیم و بعدش دو تا عکس هامون رو میتونیم با استفاده از دستور دیگه باید حرفه ای خودتون انجام داده باشید یا انجام بدید واسه از آی ام رید و اسم عکس هایی که داریم اینجا image1.png و برای تنبلی همین رو کپی میکنیم و عکس دوم رو باز میکنیم ترین دستوری که میشه باهاش دو تا عکس رو با هم دیگه ترکیب کرد نیاز به چندین خط برنامه نویسی داره نه شوخی میکنم با استفاده از یک خط خیلی ساده امیج 1 به اضافه امیج 2 میتونیم دو تا عکس رو با هم دیگه ترکیب بکنیم کاری که این دستور انجام میده در واقع تک تک پیکسل های هر کدوم از عکس ها رو میگیره مثل یک ماتریس دو بعدی و این خونه ها رو با هم دونه به دونه جمع میکنه و در تصویر خروجیمون مینویسه یعنی پیکسل به پیکسل عکس ها رو روی همدیگه قرار میده خب برای دیدنش باید با استفاده از دستور ایم شو و اسم متغیری که در واقع میخوایم نمایش بدیم شروع کنیم و بعدش یک ویت کی بذاریم برای اینکه از برنامه بیرون بیاد و در پایان هم مثل همیشه destroy all ویندوز خب میریم این برنامه کوچیک و سادهمون رو اجرا بکنیم با استفاده از دستور پایتون درس 7.py خب به ما یک ارور میده که بله name image define نشده درسته بعد اینجا image 1 باشه دوباره دستور رو اجرا میکنیم میبینیم که دو تا عکس رو برای ما روی هم انداخته خیلی جالب نیست بذارین عکس ها رو هر کدوم تک تک هم لود بکنم cv2 dot im show um, و عین همین برای عکس دوم این رو اجرا میکنیم میبینیم که تا عکس رو روی هم انداخته ولی خیلی جاها رنگ ها خراب شده و چون فقط به صورت خیلی ساده دو تا دیتا های دو تا عکس یا پیکسل های عکس رو با هم دیگه جمع کرده خیلی روش مناسبی برای ترکیب دو تصویر نیستش برای بعضی جاها میتونه خوب باشه ولی خب همینجوری که میبینید خیلی جاها روی رنگ ها و جایی که دوتا تصویر با هم هم پوشانی دارن یا روی همدیگه میفتن میتونه مشکل ساز بشه روش دومی که میتونیم برای ترکیب دوتا تصویر استفاده بکنیم این رو کامنت میکنیم که بمونه این روش اوله روش دوم میتونه یعنی میتونه که نه این هست با استفاده از دستور اد در خود کتابخونه cv2 2 میتونیم دوتا عکس تا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم خب چون کدمون همون کود قبلی کافی هست همین رو بیریم اجرا میکنیم که ببینیم چه, چه, کار انجام میده که چندان خوب هم نیست این روش ادم خب چون باز دوباره به یه نحو دیگه ای تصاویر رو روی هم قرار میده و ترکیب میکنه دوتا عکس رو با هم ولی به روش چندان جالب خیلی دستور خوبی نیست برای این کار بهترین روشی که ولی خب جزو روش هایی هست که باید بدونیم و بگیم روش سومی که وجود داره برای ترکیب دو تصویر که میشه میزان نسبت هر تصویر رو یا هر کدوم از عکس ها رو کامل مشخص که در واقع بهشون وزن داد ادویتد بهش میگه یعنی اسم دستورش اینه که میشه برای هر کدوم از عکس های وزنی رو یا یه نسبتی رو قائل شد که چه میزانی آم شفافیت یا ترانسپرنسی داشته باشند و هر کدوم به چه میزان توی تصویر نهایی دیده بشن روش استفادهش هم باز به همون صورتی که خب میگه تعریف تعریف میکنیم ولی اینجا باید از دستور cv2.add weighted عکس اول که میخوایم ترکیب بشه و یک اینتیجر یک عدد بین صفر تا یک اینتیجر نه یک عدد بین صفر تا یک که مشخص میکنه چه میزانی تصویر اول باید شفافیت یا میزان نشون دادن تصویر اول چقدر باشه مثلا میذاریم چهار دهم ده تصویر اول باشه و امیج دوم رو میذاریم که هفت هم باشه و پارامتر آخری که باید بهش بدیم پارامتر گاما هست که حالا اینجا فعلا صفر میذاریم و بعدا راجع به صحبت میکنیم بعد از اینکه این کارها رو کردیم دیگه کار دیگه ای نیاز نیست انجام بدیم و فقط کافیه که برنامهمون رو اجرا کنیم خیلی بهتر از دو تا عکس قبلی عکس ها رو با هم دیگه ترکیب کرده هرچند که هنوز یه جاهایی رنگ ها با هم دیگه روی هم میفتند و خیلی شاید ایدئال نباشه اینجا دیگه میتونیم با این کدوم از این عکس ها بازی کنیم که چه میزان کدومشون و به چه شکلی باید نمایش داده بشن این دستورهای یعنی ساده ترین دستورهایی بود که برای ترکیب دوتا عکس استفاده می شود. توی یه جلسات بعدی یاد می گیریم که چجوری بکراند یک تصویر رو حذف بکنیم و کارهای دیگه مرسی